سخنگوی دولت ایران از لغو تحریم های آمریکا و بازگشت تهران به تعهداتش ابراز اطمینان کرده. با توجه به تغییر دولت در آمریکا و... علی ربیعی دیروز در یادداشتی در روزنامه ایران اختلاف نظر واشنگتن و تهران بر سر برجام را تنها کش و قوس‌های خوانده که مقدمه احیای برجام است. یک روز پیش از آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ تلویحا به در پیش گرفتن یک دیپلماسی محتاطانه در قبال ایران اشاره کرد ما آماده شرکت دوباره در مذاکره های پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته ای ایران هستیم. ما همچنین باید به فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه هم رسیدگی کنیم و می خواهیم با همکاری نزدیک با همپیمانان اروپایی و سایر شریکانمان این روند را پیش ببریم. ایران و ایالات متحده هر دو میگویند که خواستار حفظ برجامند با این حال هیچ کدام حاضر نیستند که ابتدا به اجرای تعهدات خود بازگردند هر فایده نداره وعده فایده نداره این دفعه فقط عمل 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 از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود مثل گذشته نخواهد مقام های ایران همه با اشاره به آنچه سیاست قطعی نظام در رابطه با برجام میخوانند سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تکرار می کنند ابتدا لغو تحریم های آمریکا سپس راستی آزمایی آنها و بعد بازگشت به تعهدات برجامی از سوی ایران تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ دست به کاهش تعهدات برجامی اش دولت جو بایدن که خواستار بازگشت به برجام است، از تهران میخواهد ابتدا دست از کاهش تعهداتش بردارد. با این حال روز پنجشنبه دولت جو بایدن در راستای کاهش این تنش ها چند گام دیپلماتیک برداشت یکی توقف سازوکار اسنپ یا مکانیزم ماشه در شورای امنیت بود که حدود سه ماه پیش در دولت دونالد ترامپ فعال شد در همان روز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور خواستار مذاکره با ایران در قالب گروه 5 علاوه یک است uh, to... البته ما از تهدید ایران برای توقف اجرای تعهدات خود در پروتکل الحاقی و سایر بازرسی های پیش بینی شده در توافق هسته ای آگاه هستیم این البته افسون بر گام های دیگری است که ایران برداشته و فراتر از مقدار مجاز در نظر گرفته شده در برجام در رابطه با محدودیت برنامه هسته ای این کشور است البته خبر خوش این است که همه این مراحل برگشت پذیر هستند و راه دیپلماسی همچنان باز است. اتحادیه اروپا قرار است هماهنگ کننده نشست گروه پنج به یک با هدف احیای آن باشد روسیه چین بریتانیا فرانسه و آلمان خواستار بازگشت ایالات متحده به توافق هسته با ایران هستند اعضای اروپایی برجام میگویند که کاهش تعهدات ایران نگران کننده است و این توافق مانع از دستیابی ایران به بمب هسته ای خواهد بود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یکی از رهبران است که در روزهای اخیر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده است خانم مرکل میگوید برای حفظ این توافق نباید چشم انتظار برداشتن قدم نخست از سوی دیگری بود امروز بر اساس قانون مصوب مجلس ایران مهلتی که برای لغو تحریم های آمریکا تعیین شده بود به پایان میرسد بر اساس این مصوبه دولت حسن روحانی باید روز سهشنبه از پروتکل الحاقی خارج شود به این ترتیب تعداد بازرسان و بازرسی های آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تأسیسات هستگی ایران کاهش مییابد تهران میگوید که اجرای پروتکل الحاقی جزو تعهدات برجامیش نیست و یک اقدام داوطلبانه بوده رافائل گروسی مدیر کل آژانس در آستانه پایان این ضرب العجل ایران دیروز راهی تهران شد فردا به تهران سفر می کنم تا در دیدار با مقام های ارشد ایران بر سر یک راه حل منطبق با قانون ایران به توافق برسیم تا در نتیجه آژانس بین انرژی اتمی بتواند به فعالیت های راستی آزمایش در ایران ادامه دهد. چشم به راه موفقیت هستم این به نفع همه است. حالا به ویژه در روزهای اخیر تکاپو برای آوردن تهران و واشنگتن بر سر میز مذاکره بالا گرفته است برخی کارشناسان میگویند با نگاهی خوشبینانه مشابه سخنگوی دولت ایران بعید نیست که به زودی دو طرف با هم کنار آمده و به تعهدات برجامیشان بازگردند با این حال فشار اصولگرایان در ایران که در هفته اخیر مشخصا در سایت خبری وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و روزنامه هایی همچون کیهان به وضوح نمایان است ممکن است در نهایت مانع از حتی گفتگوهای مقدماتی بین تهران و واشنگتن شود ناز میرزا خلیلی رادیو فردا